به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قوادان، مال مردم خوران، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از همه جا بی خبران، جز پول شکم و زیر شکم عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر و مهندس، آخوندهای فکولی وطن فروش در سر تا سر دنیا. جاهاشون مختلفه، تو نیویورک ممکنه باشه، توی لندن باشه، توی ایران باشه، تفاوتی نمیکنه. در یک صفت مشترکن: دزدی. دزدی با افتخار. یه وقتی بود اگه یارو با جمهوری اسلامی کار میکرد یواشکی کار میکرد، حالا افتخارم میکنه، میگه من جزو دزدام، چون این دزدا با الله رابطه دارن، الله به اینا اجازه دزدی میده، الله بهشون گفته برین سه تا تبیله درست کنین، یکشو بزنین تشخیص، یکشو بزنین خبرگان یا خرفلان، یکشم بذارید تبیله شورای اسلامی. الله بهشون گفته که برید انتخابات بکنید، دروغ بگین، سر مردم کلا بذارین، بگین ما این چوبه رو انتخاب میکنیم، شما بریم بهش رأی بدین. الله گفته، الله بهشون گفته سه تا قوه درست کنین، قوه های دزد. الله گفته رهبر باید دزد باشه، الله گفته اکبر باید دزد باشه. درس دزدی باید بخونن در فیضیه و بیان بالا. مدرسه دینی یعنی درس دزدی به شما میده، تا دزدی اسلامی، نه دزدی که بری گیر بیفتی. برای همین آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلبه 16 ساله که هنوز زیر دست آخوندا میپلکه، اونم دزد. دزدان چون بایستی این حکومت دینی که نامش اسلامی هم هست پا بر جا نگه دارن که بتونن تا آخر دزدیشون ادامه بدن، بایستی پایه های اسلام نیوب محمدی رو قرص بکنن تو زمین. باید مواظب باشن اسلام این بیزش ترک نخوره. باید با اجازه الله بیان سربازان بی پدر و مادر، خار و مادر فلان، امام زمون رو بریزن تو خیابون، مردم رو آزار بدن، چون اولین حکومت الله در روی زمینه. الله خونخوار، خون میخواد. اون مرتیکه گجستک گفت اسلام خون میخواد. اسلام از روز اول خون میخواسته. دین اگر خون نریزه آبیاری نمیشه، فرق نمیکنه چی باشه. وقتی که مسیحیت دستش به شمشیر رسید، بی ناموسی نبود که در دنیا نکنن این کشیشا. وقتی که از 40 سال سرگردونی اون قصه مسه ها اومدن بیرون،
به اولین شهری که رسیدن حضرت موسی فرمودن ببینین چند نفرن، گفتن 120,000 نفر. گفت ما چند نفریم؟ 647,000 نفر. یهوه گفته بدین هر چی دارن بکشین، زندگیشون رو بردارین بیارین. یهوه گفته، الله گفته، پدر آسمانی گفته. انتها نه کسی فکر میکنه یهوه چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه پدر آسمانی چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه الله چه جور موجودیه. مثل بابایی به میره جلو. اینا آمدن، اختراع بعدیشونم الله زیرزمینی بوده. شر شیعه یه الله رو کردن زیر زمین، میگه اون الله زیرزمینی سهمشو بده من بخورم. خب من دوزی میکنم، یه سهم باید به اون الله بدم چون رئیس دوزاست، یه سهم به این الله بدم چون نمایندهش رئیس دوزاست. پس بنابراین من دوزیمو میکنم، ولی حلاله. خدا آخونده میگه من همین الان تو چا بودم پلو امام زمون، صابونمو خوردم اومدم بالا، اینم کاغذش امضا کرده، حلاله. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. روز به روزم تعدادشون زیادتر میشه. عزیزی تلفن کرده که آقای فاضلی، خب اینا قرآن چاپ کردن تو افغانستان، به دولت چه؟ خب هر کی دلش بخواد میره میخونه. مثل این که ایشون تازه از کره ماه اومده به ایران. شما که تو ایران زندگی میکنی، کار دین گیر دادنه. روزی که اسلام اومد، از عربستون پاشدن اومدن ایران، آدم کشی که شماها باید مسلمون بشین، پولاتونو بدین به ما. این بدعت پول گرفتن از بابیا رو 1400 سال اسلام گذاشته، 3500 سال یهودیت گذاشته، 2000 سال عیسویت گذاشته. پول بدین، تو هر جا بری راجب مذهب کار داشته باشی باید پول بدی. حالا اگه چشکوشت باز بشه دیگه نری اونجا، یارو ورشکست میشه. مذهب، دین، خدا، پیغمبر یه نوع مغازه است، یه نوع تجارت خونه است، یه نوع دکونه که شما یه چیزی میفروشی پول میگیری. منتها اگر شما یه بقالی داشته باشی، باید بری پنیر بخری بیاری به مردم بفروشی پول بگیری. اما اگه عمام سرت باشه، یا یونیفرم اون یارو ربایا تنت باشه، یا کشیشا، دیگه نباید بری پنیر رو بخری. هر چی دلت میخواد خدا بفروش، تموم نمیشه. از اولی که آدمیزاد چشم رو وا کرده با یه آخوند از هر نوعش طرف شده، اینا این خداها رو فروختن تموم نشده. از جایی نباید بخرن، فقط باید تو رو بترسونن. باید بترسونن، بگن خدا میبره سیخ تو ماتتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت، بعد پوسای تنت میریزه، پوساش که ریخت دوباره در میاد، دوباره آب بهت میدن بخوری، دوباره یه درخت توی آتشا در میاد. کسی فکر نمی کنه این شر برا چیه، اصلا فکر نمی کنه کسی. میگه خب اگه قرار اینجوری بشه، من این پولا رو بدم این آخونده بخوره. آخوندم میگیره میخوره. حالا شما میفرمایید که
چرا اومدن یارو که قرآن بختیاری نژاد رو توی افغانستان چاپ کرده 20 سال زندانش کردن. آخوندی حرفا لیشنی فلهیه. ژاندارک اومد از میهنش دفاع کنه، آخونده گفت این جادوگر آتیشش بزنی. بابا یام ریختن هورا کشیدن، ژاندارک آتیش زدن. یا آخون دیگه میشینه میگه اونو سنگسار کنید، بابا یا میرن سنگ میندازن. فکر نمی کنن که چجوری یه انسان میتونه جون یه انسان دیگر رو بگیره. الله گفته، الله. بعد ایمان میاره بهش، میگم که حضرت محمد نشستن، حضرت علی و زبیر 700 نفر گردن زدن. مگه شما اونجا بودی؟ نه خیر، شما اونجا بودی که قرآن تیکه تیکه نازل شد. هی جبرئیل اومد رفت زیر پتو، رپتا پتو، دوباره رفت تو آسمون، دوباره برگشت اومد رفت زیر پتو، رپتا پتو، شما اونجا بودی. فکر نمی کنه دخترشو یارو به خاطر اینکه برنامه من میبینه 10 روز گرسنه نگه داشته، نون بهش نمیده بخوره. ایمان داره. یکی دیگه میگه آقای فاضلی پدر و مادرم با من حرف نمیزنن چون برنامه شما رو نگاه میکنم. ببین من چه رویی دارم که از رو نمیرم، باز دارم کار خودم رو میکنم. امروزم کتاب نمیفروشم، هیچی هم نمیفروشم، بس که فرق نمیکنه من خودم خسته کنم کتاب معرفی کنم کسی نخره. اصلا کتاب نمیفروشم، تا اونجا که شد ادامهش میدم، نشدم جمعش میکنم. کنسرت گوگوش میفروشم من فردا براتون، همه تون میخریم، کسی هم نمیپرسه قیمتش چقدره. تو صف وای میسی میگه اولیشو بده به من. خرابیم، میخواد بدتون بیاد، میشه خواد خوشتون بیاد، خرابیم. 1400 سال ایشالله ماشالله به همون چپوندن، 1400 سال الله هم بالاست، یکی اینجاست یکی اینجا، داستانها و قصص قرآن، داستان معاد، موضوع روز قیامت و جزا که همگان زنده شده و به پاداش و یا مجازاتی که بر آنان مقرر شده است میرسند. نیکوکاران به بهشت و گناهکاران روانه جهنم میشوند. پس این سه مسئله، معاد، بهشت و دوزخ، با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هیچ یک بدون دیگری تحقق نمییابد و لازم و ملزوم یکدیگرند. به طور مثال اگر بهشتی در کار نباشد و یا جهنمی، موضوع معاد منتفی است. برای اینه که محمد ابن عبدالله میگه اول بایستی قبول کنی که الله، باید شهادت بدی که الله الله، به جز الله هم اللهی نیست. بعد بگی که محمد رسولشه. سوم قبول کنی که یه روزی بر میگردی. این پایه دینه. اون عدل امامت و آخونده چپوندن توش، مال ما شده 5 تا. محمد عقلش نمیرسید به عدل و امامت، چون نه امامتی بود، خودش هم میدونست تو این دین عدلی وجود نداره، عدلش همین است که خامنه ای داره میکنه. عدل و امامت ما چپوندیم توش، فشار دادیم، وازلین زدیم، چپوندیم. تا
توحید، نبوت معاد، این سپایه دینه. دین اسلام بر این روی این سپایه بنا شده. توحید، نبوت، معاد. معاد اگر بهشت و جهنم نباشه، خب زنده میشیم که زنده میشیم که چی؟ اگر کار خوب بکنی میری حوری خونه، اگر کار بد بکنی میکشنت به سیخ، میرن تو جهنم. آیات فراوانی در چندین سوره از قرآن در مورد معاد آمده است، از جمله در سوره یاسین آیه 51 میگوید او و در سور دمیده میشود و آنان از قبرها بیرون میآیند، از این فیلمایی که دارن میسازن، و شتابان به سوی پروردگارشان روند. کسی هم نمیپرسه وقتی از قبر اومدی بیرون این پروردگار کدوم طرفه که شتابان میری. حالا یارو که تو امریکای جنوبی از قبر میاد بیرون، با یه نفر که تو قوم قبر میاد بیرون، اینا به کدوم طرف میرن؟ از دریاها چجوری رد میشن؟ اصلا چرا فکر کنیم هرچی این گفته ما میگیم با فکر نکنید. سوره اسرافیل در فرهنگ معین میگه شاخی که اسرافیل در روز رستاخیز در آن خواهد دمید، یک بار جهت میراندن و بار دیگر برای زنده کردن خلایق. این کره خاکی رو یه شاخ، یه کسی فوت بکنه توش، همه کره خاکی میفهمن میمیرن. دوباره یه فوت میکنه توش، همه کره خاکی از قبر میان بیرون. خود فکرم بکنید، نمیخوام همینجوری قبولش کن. آیه 65 سوره یاسین میگه امروز بر دهانشان، دهانهایشان مهر مینهیم. امروز یعنی همون روزی که ما اون یارو شاخه رو فوت کرد توش اومدیم بیرون. دستهایشان با ما سخن میگویند، دیگه زبون نمیتونن حرف بزنن، با دستهاشون باید حرف بزنن. و پاهایشان شهادت خواهد داد که چه میکردند. پاها تکون تکون میخوره که چه میکردن. آیه 55 میگه بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند، میرن حوری خونه، هزار تا حوری سوراخ میکنن. ای گناهکاران امروز کناره گیرید. و آیه 66 میگه اگر بخواهیم چشمانشان را کور میکنیم، پس شتابان آهنگ صراط کنند، اما کجا توانند دید؟ صراط میدونین چیه؟ در دینی که زرتشتی ها ساختن یه پلی ساختن توی اون دینشون، مال زرتشت نیست، مال کسانی است که بعد از زرتشت دین زرتشتی ساختن. اسم اون پل چینواته. این رفت توی دین یهودیت و بعد اومد توی دین اسلام. البته تو لوح محفوظ از 4 سال پارسالا نوشته شده بود، ولی خب از اونجا هم دوزیدن گذاشتن توش. همان پلی که در آیین زرتشت چینوات میگویند و از آن پل عبور میکنند تا به بهشت روند یا بدکاران به جهنم سرنگون شوند. آیه 71 سوره یاسین کافران را گروه گروه به جهنم برانند، چون به جهنم رسند درهایش گشوده شود. و نگهبانان آتش گویند از درهای جهنم داخل شوید، همواره در آنجا خواهید بود. اگر حرف محمد رو گوش ندی و نری آدم کشی بکنی، تکلیفت با نگهبانان آتش. آیه 44 سوره حجر و جهنم میادگاه همه است، 7 در دارد و برای هر گروهی از آنان معین شده است. اصلا باور میکنیم که جهنم 7 در داره؟
این دراشم پهناش 1 کیلومتره، دیگه بیشتر از این که نمیشه که. این میلیارد ها که میشه تریلیون آدم که از اول دنیا آمدن و تا آخر دنیا که جهنم نیست در جهان درست بشه بخوام برم اونجا، اینا چقدر وقت باید تو صف باشن؟ ببینید حرف با محلی بوده واسه 4 تا عرب سوسمارخور وحشی در 1400 سال پیش. امروز قرن 21 ما نمیخونیم، میگیم به البته در برای ورود به طبقه خاصی است که با نوع گناه و ستمی که کرده اند بستگی دارد. آیه 87 سوره نمل میگه که روزی که در سور دمیده شود همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آنکه به خدا که خدا بخواهد بترسند و همه خار و ذلیل به سوی او روان شوند. خدا عقده داره، خدا مرض داره، بعد همه خار و ذلیل بشن برن به طرفش، بعد روزی 34 دفعه سرشون میمونه مرد تک هوا کنه بگه خدا یا من در اختیار تو هم، هر کاری میخوای با هم بکن. اون وقت خدا میبردت حوری خونه. تکلیف ساکنین زمین روشن است، اهل آسمان ها چه کسانی هستند که باید خار و ذلیل شوند. آیه 22 سوره صافات، آنان که ستم می کردند و هم پایگانشان و آنها که به جای خدای یکتا خدای دوتا را می پرستیدند، نمیم چی رو می پرستیدند، گرد آورید همه را به راه جهنم راه بنمایید و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. چه زمانی لازم است که خداوند شخصا میلیاردها بشر گناهکار را بازخواست نماید؟ خدا هرچی بگی برمیاد، خداست، علکی نیست، الله هست. آیه 102 سوره مؤمنون، آنان که ترازوشون سنگین باشد خود رستگارانند. حالا ترازوت کجا ته من نمیدونم، برو ترازوتو سنگین کن. مال خامنه‌ای خیلی سنگینه به جون ننه فلانش. آیه 103، و آنان که ترازوشون سبک باشد به خود زیان رسانیدند و در جهنم جاوید ماندگارند. من آیه هایی که در قرآن راجع به این بهشت و جهنم گفته و مردم رو ترسونده براتون نمیخونم، میگم سوره یاسین 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 سوره یاسین از آیه 51 تا سوره تا آیه 70. سوره از زمر از 61 69 68 69 70 71 72. سوره اعراف 56 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و بعد 52 53 187. 52 رو براتون میخونم. برای هدایت مؤمنان و بخشایش به ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفصیل بیان کرده ایم. اون کتاب منظور قرآنه، اما تو نباید بفهمی. همینجوری که میبینی تو افغانستان وقتی رفتن فارسی رو نشون دادن گفته کسی نباید قرآن فارسی رو بفهمه، ما باید همونی که خودمون میخوایم باید بگیم. من دو تا تشکر و دو تا معذرت خواهی بده کارم. توی روی ایر وقتی آدم صحبت میکنه آدم ها رو قاطی میکنه. دیروز من مطهری رو با
علامه طباطبایی قاطی کردم، فرق نمیکنه، همه سگ و سگ طولن. اون تفسیر المیزان مال طباطباییه. من گفتم مطهری، مطهری یک کثافتی از طباطبایی بدتر. یه دفعه اسلام و مسلمانی رو من چند دفعه به اشتباه گفتم که ابن وراق نویسنده عربه، ابن وراق نویسنده پاکستانیه. این دوتا اشتباه رو دوستان تذکر دادن، خیلی سپاسگزارم. ولی میدونید من میدونم که تفسیر المیزان مال طباطباییه، ولی قاطی میکنم دیگه، میبخشید منو. به هر صورت سپاسگزاری از کسانی که تذکر دادن و پوزش از شما. آیه 187 سوره اعراف میگه درباره قیامت از تو میپرسن که چه وقت فرا میرسد، بگو علم آن نزد پروردگار من است، تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش میسازد. برای اینکه هر وقت بگه محمد دروغ گفته، حوالش میده اون بالا، برید خودتون بپرسید. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است، جز به ناگهان بر شما نیاید، چنان از تو میپرسند که گویی تو از آن آگاهی، بگو علم آن نزد خداست ولی بیشتر مردم نمیدانند. آدم زرنگی بوده، خیلی آدم زرنگی بوده. سوره النمل آیه های 82 83 84 85 86 87 88 راجع به همین معاد و جهنم و بهشته. سوره الصافات از آیه 15 برید تا آیه 24. سوره زلزال از آیه 1 تا آیه 8. سوره مؤمنون از 101 تا 105. سوره التکویر از آیه 1 تا آیه 14. سوره الحاقه از 13 تا 18. سوره قاف از 3 و 4 و 5 و 19 و 20 و 21 22 و 23. بخوام بخونم زیاده، 3 صفحه دیگه مونده، برای همین گفتم من آیه هاشو براتون نمیخونم، فقط میگم این همه اینا رو گفته. میدونید برای چی؟ برای اینکه بگه اگه حرف منو نشنویی اون دنیا یا خطو میگیرم، اگر حرف منو بشنویی میفرستم تو حوری خونه، اگه حرف منو نشنویی این سیخه رو فرو میکنم تو ماتحتت و وای میسم اونجا خودم رو آتیش میچرخونمت. هر کی میخواد باور کنه باور کنه. وقتی ایمان آوردی میری به دخترت گرسنگی میدی، یعنی یارو انقدر احمق و بیشعور و نفهمه که به بچهش گرسنگی میده که چی بشه، به رضا فاضلی گوش نده. میدونی چی رفته بهش گفته؟ گفته به فاضلی بگو نون بهت بده، من نون بهت نمیدم دیگه. نمیدونم ایمان داره یا از دوزای حکومتیه. یک، برای اینکه بدونین دین و مذهب چیه، چیز جالبی اینجا برای من نوشته شده، براتون میخونم. در معبدی گربه‌ای وجود داشت، هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحم تمرکز آنها میشد. یعنی اینا که اینجوری میکردن، این همی باید راه میرفت، اینا نمیتونستن تمرکز کنن. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میرسد یک نفر گربه را گرفته به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سالها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سالها بعد استاد بزرگ درگذشت، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه‌ای خریدند و به معبد آوردند تا به هنگام مراقبه به درخت ببندند، تا اصول مراقبه درست به جای آورده شود. اینا فکر می‌کردند اینم جزء اصولی است که پدر آسمانی گفته.
سالها بعد استاد بزرگ دیگری نوشت، رساله‌ای نوشت درباره اهمیت بستن گربه به درخت. شما ممکنه خندتون بگیره، ولی دین یعنی همین. این دینه. اون چیزایی که شماها میرین خودتون رو شاه حسینی میکنید، یه عده دیگه مسخره میکنند، برای اینکه مسخره داره. در دین مسیحیت یه نمازی داره، در دین یهودیت یه نمازی داره، در دین زرتشتی یه نمازی داره. هر کدوم این نمازا فرق میکنه. این میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته. هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین. این مرتکه گجستک مطهری، چون ذکر خیلی ازش رفت، اینو من براتون میخونم و بعد میرم ویدیوهای گوگوش رو آوردم بهتون بپوشم. گوگوش، گوگوش کتاب چیه؟ کتاب حوصله آدم سر میره. گوگوش بخریم، کتاب بده. یه وقت فکر نکنیم کتاب بخرین. انصاری بابا واسه چی اینا رو نوشته؟ بی خودی نوشته. شفا بی خودی این کارا رو کرده. گوگوش خوبه، گوگوش. نظر آیت الله مطهری درباره فرهنگ ایران و زبان پارسی بخوانید و بیشتر از این رده از توده مردم ایران بدانید. وقتی که یه آخوند گجستک نمیگه، حساب و مردم بکنید. یارو هم باید بره بچهش بگه من به نون نمیدم، چه فاضلی گوش میدی. پرداختن به فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و شاهنامه فردوسی خدمت است یا خیانت؟ سوال کردن از این گجستک بی پدر و مادر که به درک فاصل شده. پاسخ به این پرسش بدون هر گونه شرح و تفسیری در اینجا به نظر شما میرسد. بخوانید و داوری کنید. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. تو باید همه چیزا رو یه چیزی به یه زبونی بخونی که نفهمی. انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود، برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند و به آخوند نمی‌دادند. این قسمت آخرش من گفتم. نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسایل اعتبار جمعی را رسانه گروهی می گفتند. نه آدم های بدی بودند. از نظر این آخونده گجستک، اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است، برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است، برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است، برای برداشتن تا از کلمات و به جای آن ت نهادن است، مانند تبدیل کتابت لفظ تهران با تین به تهران با ت. اون روی همین زمین است، باید با تین باشه تهران. این بی پدر و مادر من نمیدونم از کی فهمیده که تهران باید با تین نوشته بشه. برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمیگذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست میگذارند که وجود و عدمش مساوی میباشد. کاش اینطور بود، ولی متاسفانه اینطور نبود. این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل
تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زبان بریده توحیده است برای چیست؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است و همین دلیل من نمیفهممش. 30 سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده. ای بر پدرت لعنت، ای مستراح به اون گورت مطهری، و شاهنامه افسانه‌ای را گرد آورده است. تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه تبلیغات علیه اسلام است. فردوسی با شاهنامه افسانه‌ای خود که کتاب شعر یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه است، خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش میگوید این شعر اولیش مال فردوسیه، دومیش مال یه آخوند پفیوزی است که گفته. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بعد اون آخوند پفیوز گفته چو از دست دادن گنج مرا، نبود حاصلی دست رنج مرا. آخوند چون خودش بدون توقع دست رنج هیچ کاری نمی کنه، اینی که فکر میکرده فردوسی هم برای همین این کار کرده. ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خاص عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذلت و مسکنت عجیب جان داده است. فاعتبروا یا اولو الابصار، برگرفته از کتاب نور ملکوت قرآن، تعلیف مطهری، جلد 4 بخش 6. متاسفانه در زمان پهلوی دوم آخوندها خیلی پروبال گرفتند و عاقبتش این شد که هر کسی که به آخوند پروبال بده، آخوند ریشهشو میخوره. کسانی که حرف منو میشنوید، یا حالا یا یه روزی که من تو این دنیا نیستم، نسل آخوند رو از روی زمین بردارید، کاری کنید آخوند جرأت نشون دادن خودشو نداشته باشه، و الا نسلتون از بین میبره، همه چیتون از بین میبره. نه من میمونم نه آخوندهایی که امروز هستن، ولی آخوندیزم میمونه. کسانی که حرف من رو در هر کجای دنیا در هر زمانی میشنوید، این وصیت من رو اجرا کنید. به محضی ببینید مار رو باهاش چی کار میکنید، 1000 درجه بالاتر با آخوند بکنید. آخوند مار عقرب روتیل زالوه خونتو میمکه، و هر کسی به شما میگه آخوند خوب وجود داره، خیانتکار به شماست. آخوند نمیتونه خوب باشه. کسی که درس دینی خونده نمیتونه خوب باشه. کسی که دین داره من باهاش کاری ندارم، بهش میگم برو دینت رو بخون اگه دلت خواست ادامه بده. اما آخوند، کسی که هر کسی از راه دین ارتزاق کرد، یعنی گفت من کار نمی کنم، شماها کار کنید بدین من بخورم، هر کسی این کارو کرد، این زالوه، این انگل اجتماعه. دین ویروسه، وقتی به جونت افتاد ولت نمی کنه. اون وقت دختر 17-18 سالت گرسنه نگه می داری، این جگرم آتیش گرفت،
این دختر میگه رو پشتبون رفته بودم تو سرما برنامه شما رو رو کامپیوتر میدیدم. بهش نون نمیدن. گفت خرت و پرتایی که داشتم بردم فروختم، نون و پنیر خریدم، 8 روز نون و پنیر میخورم. ببینید چه جانورایی هستن توی ایران. دین، هر کسی دین داشته باشه جلاده، از جای خدا تصمیم میگیره و حکم قتل میده. حالا بهش میگی خدا کیه؟ نمیدونه، ولی میگه من مبعوث خدام. خدا کجا بوده؟ چجوری تو رو مبعوث کرده؟ اونا رو بلد نیست. دوستان عزیز، اگر بخواید زندگی آیندگان درست باشه، آخوند رو باید از صفحه روزگار محو کنید. و همین امریکا، میدونید این امریکا مذهبی ترین کشور دنیای غربه. جورج بوش چون خیلی مذهبی بود، یک علم جدیدی هست در پزشکی به اسم استمسل. آخه جورج بوش هی وتو میکرد، میگفت اینو دنبالش نریم، آخوندا گفته بودن بده. نمیدونم، شاید فارماسوتیکالا گفته بودن بده، شاید فارماسوتیکالا حق حساب داده بودن به آخوندا که آخوندا بگن بده. من اینا رو نمیدونم. که کارهای خوب اماما این بود که تا به محض که رسید گفت تحقیق و غور درباره این کار رو دنبال کنید. یک ویروس عجیبی این دین، وقتی که زور نداره گریه میکنه، وقتی که زور داشته باشه حکم قتلتو میده. اینا همون آخوند دوزاریان که میومدن روزه میخوندن 5000 میگرفتن، حالا بنز ضد گلوله سوار میشند. اون کسی هم که لباس آخوندی تنشه تو خیابون را میره، یا باید این لباس کثیف و در را آدم بشه، این باید بره مثل آدم ها، مثل همه مردم بره کار کنه. به آخوند بگو که تو از چه راهی پول در میاری؟ خدا به تو میفروشه، از تو پول میگیره. خدا را از جایی نمیخره، این خدا دائم میاد اونم میفروشه. خداش تموم شد امام میفروشه، امامش تموم شد محمد میفروشه. تو باید پول بدی، فرق نمیکنه چه دینی. همه دین ها دین یعنی تجارت خونه، یعنی تلکه پول. و متاسفانه مردم علاقه غریبی دارن به این که اونجوری فکر کنن. خب حالا بیایم کتاب، اصلا راجع به کتاب حرف میزنیم. آقای فردین خیلی فیلم کار کرده، 7 فیلم با کیفیت قشنگ و خوب به نام گنج قارون، میادگاه خشم، قصر زرین، طوفان نوح، یاقوت سچشم، غزل، سلطان قلب ها، توی یه بسته‌بندی کامل. اینا که میگم دونه 100 دلاره. گوگوش، گوگوش بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر، گوگوش. اینم 7 فیلم DVD با کیفیت خوب، 100 دلار. آقای ناصر ملک مطیعی، اگر جایی من میبینی ناصر جان، درود بر شما. دنیا ما رو پرت و پلا کرد، یکی از این بر یکی از اون بر. فیلم های مهمان
اوسه کریم نوکر تیم، خاطرخواه، پاشنه طلا، غلام ژاندارم، رقاصه، پل. هفت تا فیلم، هر هفت تا فیلم رو هم دیگه 100 دلار. خاک ناسپاس 10 تا فیلمه. میراثداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس‌های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی. 10 تا فیلم 60 دلار. 10 تا فیلم 60 دلار. من روی برنامه چهارشنبه هم گفتم که از اول اسفند برنامه من روزهای شنبه پخش نمیشه. اشتباهی گفتم، از اول مارچه. از اول مارچ هر شب ساعت 12 شب برنامه من پخش میشه به وقت لس آنجلس و دیگه روزهای شنبه پخش نمیشه، به دلیل اینکه تفاوتی نمیکرد، زمانی نبود که بیننده داشته باشه و خواهش کردیم یه ساعت روتین باشه که هر کسی خواست شب بیدار بمونه اونو حوصله‌اش سر رفت نگاه کنه. دایجان ناپلئون 8 نواره، یعنی حدود 15 ساعت برنامه است، 100 دلار. از آقای بهروز وثوقی 2 سری نوار تنگشیر، توقی، دشنه، همسفر، کندو، فرار از تله، داشاکل، 100 دلار. از سمد آقا 7 داست، باز 100 دلار. بهروز وثوقی یک پکیج دیگه ای داره که من الان کاملش رو ندارم اینجا، اون هم 7 تا فیلم های بهروز وثوقی، سازش، سوت دلان، گوزها، زبیح و 3 تا دیگه، اون هم هست باز 100 دلار. ایتالیا ایتالیا 3 تا دیویدیه، 3 تا دیویدی سری کامل ایتالیا ایتالیا هست، نوزر آزادی، شهلا، دیانا، گیتی، ساعتچی، 60 دلار. قیمتاش هم میگم که دیگه گرفتاری با من نداشته باشی، چون بعضیا تلفن میکنن یه ربع حرف میزنن، همه حرفا رو میزنن، آقا اینو میخوایم، اینو میخوایم، این کارو میخوایم بکنیم، یه تلفن برای من نمیذارن. به ما خبر بدین، چه جوری به شما خبر بدم؟ این فیلم هایی که براتون گفتم تمام با کیفیت های خوبه و چون کتاب نمی خرید گفتم شاید از طریق فروش فیلم های سینمایی بتونیم کارمونو بگردنیم. کتاب های محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، پاسخ به تاریخ و به سوی تمدن بزرگ، از خاندان پهلوی، پاسخ به تاریخ هم فارسی هم انگلیسی، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح هم فارسی هم انگلیسی و خاطرات شاپور غلام رضا و 2 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای کسروی 14 تا کتابه، روی www.rezafazili.com برید همه رو پیدا میکنید. این کمیته 300 رو بخونید تا ببینید بلاهایی که به سر ما میاد کی به سرمون میاره. دکتر جان کولمن، مؤلف کتاب، که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد توطئه
گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می‌زنند. تو برو به دینت بچسب. فکر محمد که رفت 1400 سال پیش، دین شیعه انگلیسی تو برو بچسب بهش. چون انگلیسه وقتی میخواد سوارت بشه احتیاج داره تو دیندار باشی. بدون دین شیعه نمیتونه سوارت بشه، چون اون سوار مرجع تقلیدت میشه که اون میمون بزرگ است که تو از اون تقلید میکنی، تو میمون کوچیکه هستی که مقلد اونی، و وقت به اون میمون بزرگ پول میدن، خرجشو در طول عمرش میدن، بعد بهش میگن که به تو چی بگه و تو هم تقلید کنی. دین شیعه انگلیسی تو قرص نگه دار. آخرین کتاب شجاع الدین شفا، فروغهایی در تاریکی، قسمتی از تمام کتاباش تو این کتابه، میتونید بخونید و بعد انتخاب کنید که کدوم کتاب شفا رو بخونید. تولدی دیگر یکی از دوستان پریروز تلفن کرده بود، گفته آقا ما هر کدومون یه دونه کتاب تولد دیگر خریدیم، سه تا تو خونه داریم الان. درود بر شما. این گجستک گربگوریه توزیع المسائل اصلیشه، همونی که جمع کردن تو ایران و شما نمیتونید گیر بیارید. اگر خواستید برید روی سایت www.rezafazili.com یا .org یا .net چیز رو پیدا کنید، کتابا رو همونجا میتونید سفارش بدید، هم به من میتونید سفارش بدید، هم میتونید تلفن کنید برای من پیام بذارید، بهتون حتما تلفن میکنم. ممکنه دو روز دیر بشه ولی حتما بهتون تلفن میکنم. اینی که ارتباطتون رو با تلفن با من داشته باشید. آقایی که از ایران ظرف دو روز 112 بار تلفن کردی، آقای داریوش، یه دفعه تلفن کن و پیام بذار. با 112 بار تلفن کردن چیزی درست نمیشه. همه زندگی منو به هم میزنی. بکن. من مجبورم تلفن رو خاموش کنم. کسانی که کار دارن خواهش میکنم پیام بذار. کتابم نخرید، چون کتاب خرد رو تو خونه شما میاره. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم، دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه‌ای ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com .net .org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.